میخوایم در مورد یکی از بانوان خوش صدای کشورمون. پادشاهی خوبان اولین کار من با آیدی نازنین که بعد از اون دیگه شانهایت و یارب حضرت حافظ رو که شما تبدیلش کردیم یک ترانه به یاد موندن که تو ذهن همه مونده. پدر من با غزل بسیار آشنایی داشت. مادر بزرگ من غزل کتاب غزل داشت. فیزیکش چی از نظر طرز تفکرش، چی از نظر میمیک صورتش، اینا وقتی آهنگ میسازم مثلا شما میگین آهنگ که من مثلا برای هایده ساختم هرگز به داریوش نمیدم. شما مردم در مجموع چی رو شاید خیلی ندیدن جلوی صحنه از بانو هایده که شماها که بیشتر باشون نزدیک بودین دیدین؟ شانهایت خونده بود، این شانهایت گفتید من میخوام تو کنسرت هام اینا قبل از اینکه بیاد بخونم میشه؟ گفتم آره چرا نه. خب این شروع کرد به خوندن و یک شهرت عجیب که غریب گرفت. 100 سال ممکنه طول بکشه تا یک صدای همچین صدای بیاد، باور کردنی نیست. من اولین کسی است که جلوی من دفن میشه و باور نمیکنم رفته. اینقدر این زن برای من زنده است.